سلام عرض میکنم به مخاطبان خوب کانال تلنگور. وقتتون بخیر. بیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه ما رو با لایک و کامنتاتون حمایت میکنید. در برنامه امروز میخوام شما رو با عواقب فشار دادن و ترکاندن جوش ها آشنا کنم. بیش از اینکه جوش هایتان را دستکاری کنید، لازم این برنامه رو تا پایان ببینید. عواقب ترکاندن جوش ها چیست؟ همه ما بارها شنیده ایم که هرگز نباید جوش هایمان را بترکانیم. اما ترکاندن جوش ها واقعا چه عواقبی دارد؟ در ادامه این برنامه خواهیم دید جوش ها دقیقاً چه هستند و ترکاندن آنها چه مضراتی دارد. جوش ها در اغلب موارد زمانی به وجود می آیند که چربی اضافه و سلول های مرده پوست منافذ آن را مسدود می کند که در نتیجه آن باکتری ها درون منافذ رشد می کنند و عفونتی جزئی درون آنها به وجود می آید. جوش ها انواع مختلفی دارند. یکی از رایج ترین انواع جوش پاسچول ها هستند که دور آنها ملتهب و به رنگ قرمز یا صورتی و مرکز آنها زرد یا سفید رنگ است. پاسچول ها حاوی چرک هستند. دیگر انواع جوش سرسیاه ها، سرسفید ها، پاپیول ها، نودول ها و کیست ها هستند. جوش های سرسیاه سرباز هستند و معمولاً ملتهب نیستند. پاپول ها سربسته هستند و می توانند سفت و قرمز رنگ باشند. نودول ها و کیست ها در عمق پوست به وجود می آیند و اغلب دردناک هستند. 1. ترکاندن جوش ها می تواند منجر به مرگ شود. متخصصان پوست توصیه می کنند از ترکاندن جوش های ناحیه موسوم به مثلث خطر در صورتتان جداً خودداری کنید. این ناحیه از گوشه های دهان شروع می شود و تا برآمدگی بینی ادامه پیدا می کند. اما چرا ترکاندن جوش های این ناحیه خطرناک است؟ عروق خونی مثلث خطر به نواحی مختلف جمجمه متصل هستند. در نتیجه هر گونه عفونتی در مثلث خطر به سرعت گسترش می یابد و تبدیل به مشکلی جدی می شود. اگر عفونت پوستی جدی در این ناحیه رخ دهد اما درمان نشود، این عفونت به مغز خواهد رسید. مسئله‌ای که می‌تواند جان شما را به خطر بیاندازد. 2. ممکن است بخشی از چرک جوش داخل آن بماند. اگر تصور می‌کنید فشار دادن جوش‌ها باعث تخلیه چرک‌های آن می‌شود، باید بدانید که متخصصان پوست هشدار می‌دهند که ممکن است با این کار بخشی از چرک جوش در آن باقی بماند. وقتی جوش‌هایتان را فشار می‌دهید، باقی مانده چرک از منفذ پوست وارد فولیکول‌های مو درون پوست می‌شود. بهتر آنکه این مسئله گاهی باعث پارگی فولیکول و در نتیجه رسیدن چرک به لایه‌های زیرین پوست می‌شود. بنابراین حتی اگر با فشار دادن جوش چرک از آن خارج شود و منفذ پوست خالی از چرک به نظر برسد، ممکن است با این کار چرک را به عمق پوستتان برسانید. 3. ممکن است بیشتر جوش بزنید. متخصصان پوست معتقدند ترکاندن جوش‌ها می‌تواند باعث شود جوش های بیشتری بزنید. باکتری ها، چربی و باقی مانده چرکی که از جوش های پاسچول، پاپیول و کیستی خارج می شود، می توانند گسترش پیدا کنند و منجر به جوش های بیشتری شوند. به علاوه، هنگام ترکاندن جوش ها به پوست صورتتان دست می زنید. بنابراین ممکن است آلودگی ها و باکتری های دستتان را به منافذ تمیز پوست انتقال دهید. مگر آنکه قبل از آن دست‌هایتان را کاملاً شسته و ضد عفونی کرده باشید. 4. ممکن است وضعیت جوش‌ها بدتر شود. اگر تجربه ترکاندن جوش‌هایتان را داشته باشید، می‌دانید که همیشه نتیجه کار رضایت بخش نیست. تلاش برای ترکاندن جوش‌ها با فشار دادن آنها ممکن است چرک آنها را وارد لایه‌های عمیق‌تر پوست کند. این مسئله باعث می‌شود بهبودی جوش ها بیشتر طول بکشد و حتی جوش ها بیشتر به چشم بیایند. علاوه بر این که دستکاری مداوم پوست با فشار دادن و خراش دادن آن می تواند باعث تحریک شدن پوست اطراف جوش ها هم شود، در نتیجه تمام آن ناحیه ملتهب و بد شکل می شود. 5. ممکن است جای زخم جوش ها برای همیشه بماند. دستکاری جوش ها باعث می شود جای زخم آنها برای مدت طولانی باقی بماند. اگرچه بعضی از این زخم ها ممکن است
بعد از ماها یا سالها کمرنگ شوند، اما برای آنکه جای زخم به طور کامل از بین برود، گاهی نیاز به درمانهای تخصصی مثل جراحی لیزر است. وقتی جوشی روی صورتتان ظاهر می شود، صبوری کنید تا اثر آن برای همیشه باقی نماند. 6. ممکن است فرو رفتگی هایی در پوستتان به وجود بیاید. ترکاندن جوش ها می تواند تأثیرات طولانی مدتی روی پوستتان بگذارد، مثل جای زخم هایی که به شکل فرو رفتگی باقی می ماند. وقتی پوست صدمه می بیند، ممکن است پوست ترمیم شود، اما بافت آن از بین برود. به همین دلیل فرو رفتگی هایی در پوست به وجود می آید. هرچه صدمه وارده به پوست جدیدتر باشد، احتمال از بین رفتن بافت آن بیشتر است. این فرو رفتگی ها را با لوازم آرایشی نمی توان پنهان کرد. بنابراین بهتر است جوش هایتان را دستکاری نکنید تا دچار چنین مشکلی نشوید. 7. ممکن است لکه های تیره رنگی روی صورتتان به وجود بیاید. ترکاندن جوش ها ممکن است منجر به ایجاد لکه های پوستی تیره رنگی شود که حاصل التهاب پوست هستند. این لکه های تیره رنگ بعد از بهبودی جوش ها روی پوست ظاهر می شوند. ظاهراً این مشکل در افرادی که پوست تیره تری دارند رایج تر است و با شدت بیشتری رخ می دهد. این لکه ها در افرادی که پوست روشن تری دارند اغلب قرمز رنگ هستند. متاسفانه ماها یا سالها طول می کشد تا این لکه ها از بین بروند و خودداری از ترکاندن جوش ها هم همیشه جلوی ایجاد این لکه ها را نمی گیرد. با این حال اگر جوش هایتان را دستکاری نکنید و اجازه ندهید که خودشان خوب شوند، احتمال بروز این مشکل کمتر می شود. 8. ممکن است التهاب و قرمزی جوش ها بیشتر شود. اگر فکر می کنید که ترکاندن جوش ها التهاب و قرمزی آنها را کمتر می کند، باید بدانید که احتمالاً نتیجه تلاشتان برعکس خواهد بود. فشاری که به جوش هایتان وارد می کنید، آنها را بیشتر ملتهب و تحریک می کند و ممکن است با وجود تخلیه چرک جوش بیشتر ورم کند. 9. پوستتان را پاره و روند بهبودی جوش ها را مختل می کنید. وقتی جوش می زنید، پوست سعی می کند خودش را ترمیم کند. به همین دلیل باید در برابر وسوسه ترکاندن جوش ها مقاومت کنید. به بدنتان فرصت دهید خودش را ترمیم کند و با ایجاد یک زخم دیگر در پوستتان جلوی روند ترمیم را نگیرید. اما تخلیه جوش های سرسیاه ایرادی ندارد. تخلیه جوش های سرسیاه عموماً مشکلی ندارد، چرا که این نوع جوش ها سرباز هستند. به همین خاطر هنگام تلاش برای تخلیه آنها پوست دچار پارگی نمی شود. Thank you.